همه با اختیار خودشون اومدند. من این جمله رو میگم از استفاده خود منه. من معتقدم ابی عبدالله علیه السلام نه به همه گفت برید. ابی عبدالله به ابوالفضل العباس هم گفت برو، منتها با یه تاکتیک خاصی. عباس مگه میشه بهش گفت برو؟ میدونید وقتی عصر عاشورا امان نامه آوردن، شمر صدا زد که عباس بیاد کارش دارم. امام حسین فهمید قضیه چی، نمیتونه به ابوالفضل بگه عباس جون تو هم برو. که به ابوالفضل فرمود داداش برو ببین چی کارت داره. معنای این حرف اینه که برو، اگه امان نامه آورده دوست داری بری تو هم برو. ابوالفضل عباس رفت، نزدیک نشد، از دورا دور با هم داد میزدن، حرف میزدن. همه اهل بیت وایسادن، بچه ها بدناشون میلرزه، عباس چی میگه؟ بی بی زینب کبرا رنگ به چهره نداره. عباس گفت چی میگی؟ گفت بیا بریم در امانی. وقتی ابوالفضل اون جواب قاطع و بهش داد و نپذیرفت و برگشت، آی بچه ها خوشحال شده بودن، آی شاد شده بودن. اومد از جلوی بی بی زینب رد شد، نه عباس حرف زد، توی تاریخ ننوشتن، نه عباس حرف زد نه زینب. چشماشون به هم افتاد، چشمای هر دو پر اشک بود. من این برداشت خود منه، یه پیامی از چشماشون با هم مبادله شد. پیام چشم زینب این بود عباسم دست درد نکنه، داداشم رو تنها نگذاشتی. عباس جون ممنونت. پیام چشم عباس به زینب چی بود؟ پیام چشم این بود که قربون غریبیت برم خواهر، که منی که نرفتم تو خوشحال شدی، منی که نرفتم. با اختیار خودشون همه موندن کربلا. امشب میخوام ببرمتون کنار خانه سقا، امشب بریم کنار نهر علقمه. آخ آخ که چه خبره، چه خبره، چه خبره. من نمیدونم اگه حرم ابوالفضل العباس کربلا نبود چی میشد، اینا که میرفتن کربلا. ابوالفضل یا رب المفاخر والندام. توسل، توسل، توجه، خیلی قشنگ گفته این شاعر. دلتو ببر تو حرم عباس. ابوالفضل یا رب المفاخر والندى، ويا من به لاذت جميع البرية، ابوالفضل ابوالفضل يا غوث الأنام جميعهم، ويا من به قامت سماء الهداية. ابوالفضل يا ابوالفضل، ابوالفضل يا ذا العلم والحلم والتقى، ويا قطبها الأعلى عليه استدارة، أبا الفضل، أبا الفضل، أبا الفضل يا من إذ يناديه مصر
يجيبه بكشف للحطوب وكربتي عباس هر کی در خونت میاد محروم بر نمیگرده هر کی میاد ارمنی ها در خونش میان دست خالی نمیرن خانم ارمنی فرانسه تو پاریس میگفت تاسوعا که میشه من میام مجلس عباس شما یه قضا تبرکی میگیرن تو فریزر خونم میذارم در طول سال هر کدوم بچه هم مریض بشن یه خورده از غذای عباس بشون میدم عباس مال شما که نیز مال ما هم همه یه مرزها رو اول فرض از بین برده چون کاری کرد کاری کرد که احدی نکرد حالا امشب میذاره شما دست خالی بریم أبا الفضل يا من إذ يناديه معسر يجيبه بكشف للحطوب وكربتي يجيبه بكشف للحطوب وكربتي أبا الفضل أبا الفضل أبا الفضل هلا عارف دل شمار بزمان أبا الفضل أبا الفضل إني مستجير ولا إذن به ولکی من پناهندتم امشب آقا آقا وقتی همه درا بروم بزده میشه در خونه تو میام آقا یا باب الهوائه یا باب الهوائه أبا الفضل إني مستجير ولا إذن بذلك أرجو الفضل يا ذا المروة مرجع تقلید بزرگوار از دنیا رفته من محضرشون رسیده بودم نشسته بود آقا یکی از ارادتمندان اومد گفت حاج آقا وقت حج دارم میرم مکه آمدم خداحافظی کنم آقا فرمود سفر چندومت داری میری حج گفت سفر نهمم هشت سفر تا حالا رفتم فرمود تو این هشت سفره چرا امام زمان تو ندیدیم آقا که هر سال میان مکه چرا آقا تو ندیدیم میگه حالم منقلب شد ریختم به هم از همونجا گریم شروع شد یه لحظه قد نمیشد امسال من باید آقامو ببینم آی مکه رفتم رفتم تو طواف و این طرف و سعی و هر جا می رفتم ورد زبونم یا صاحب از زبون بود آقا نکنه این سفرم دست خالی برم تو عرفات داشتن دعای عرفه می خوندن انقدر حالم بد بود سر گذاشته بودم رو خاک گریه می کردم و دعا می خوندم یه بار دیدم یه آقا کنارمه هی میگه سرتو بلند کن گفتم سر بلند نمی کنم تا مهدی فاطمه رو ببینم گفت به حاجتت رسیدی سرتو بلند کن گفتم نشونه باید به من بدین چند تا از پنهانی های زندگیمو گفت فلان وقت پسرت از دنیا رفت فلان وقت چه سه
سر بلند کردم دیدم آقا حجت ابن الحسن حرفهایی زدیم بعد آقا خواستن تشریف ببرن گفتم آقا جان آیا تو این سفر بازم شما رو میبینم فرمود بله وقتی از قربانگاه برمی گردید روحانی کاروانتون روزه عموم عباس رو میخونه من اونجا میام انقدر ما به عمو جانمون علاقه داریم هر جا روزه عموم باشه ما عنایت ویژه داریم میگه من در پوست خودم نمی گنجیدم وقتی از قربانگاه برمی گشتیم وسط راه روحانی ما رو نشوند گفت بنشینید حرف باتون دارم مردم شما الان قربانی کردید احراما خون آلوده است دستا خون آلوده است همینجا میخوام از قربانگاه حسین براتون بگم حسینم 72 تا قربونی کرد میگه یه بار گفت میدونید میخوام چه روزه‌ای بخونم روزه قربانی خاص حسینو بخونم مردم میخوام روزه علی اصغر براتون بخونم عجب آقا فرمودم روزه عباس چی شد؟ تا اومد روزه رو بخونه من میدیدم دیگران نمیدیدن دیدم آقا آمد نشست یه بار رنگ از صورت روحانی پرید گفت مردم تصمیمم عوض شد مردم میخوام امشب روزه عباس بخونم امروز روزه عباس بخونم من این روزه اون آقا رو میخوام بخونم فقط امشب میگه یه بار روحانی ما گفت روز عاشورا ابوالفضل العباس اومد خدمت ابی عبدالله گفت آقا جون الان زهیر یه ماجرا برا من تعریف کرده خونم رو به جوش آورده زهیر منو خواست گفت عباس وقتی تو به دنیا اومدی قنداقت رو آوردن پرو باباد علی آقا آروم آروم قنداقت رو باز کرد شروع کرد دستاتو بوسیدن گفتن مگه دستای عباس عیبی داره باباد گفت نه این دستا در راه حسینم از بدن جدا میشه حسین جان میخوام برم حرف بابا رو ثابت کنم گفت روحانی اینجوری که گفت من دیدم اشک چشم آقا امام زمان جاری شد ببین روزا دل میسوزنه ها همراه باش با امام زمانه میگه یه بار اینجوری گفت گفت آقا ابی عبدالله سر بلند نکرد همونجور که زمین رو نگاه میکرد گفت عباسم مگه صدای علاتش بچه هامو نمیشه کجا میخوای بری عباس میگه عباس بلند شد رفت و خیمه خانم ها سکینه بنت الحسین و صدا زد سکینه جانون مشک آب و بده امو مشک خشکیده رو داد امو رفت میگن سکینه دوید تو خیمه گفت بچه ها دیگه گریه نکنید دیگه بهانه آب نگیرید این عمویی که من میشناسم الان برامون آب میاره میگه این جمله رو که گفت دیدم امام زمان عمامه از سرش برداشت رو زمین گذاشت ای داره گریه میکنه زار میزنه ابی عبدالله روزه آغاز داره میگه دیگه ابی عبدالله نشسته بود می ایستاد می نشست گردن می کشید نگاه می کرد بیبی زینبم کنارش بود یه بار دیدن رنگ از چهره حسین پرید رنگ به رنگ شد زینب گفت داداش چه خبره ابی عبدالله گفت خواهر علم از دست عباس افتاد یا صاحب الزمان آقا آقا جان
یه جمله دیگه این روحانی ما خوند، تا این جمله رو خوند دیگه دیدم آقا طاقت نیاورد، همونجوری که زار میزد باشد از مجلس رفت. میگه اینجوری خوند، ولوله افتاد تو لشکر ابن سعد، یکی گفت عباس کشته شده، یکی گفت نه عباس خیلی شجاعه، نمیشه به این زودی عباس پادر آورد. یه نفر گفت امیر الان من برات خبر میارم، یه کمی جلو رفت رو رکابه است بلند شد، بعد از لحظاتی اومد جلو، این جمله است که امام زمان تو به ناله و زاری واداشته ها. میگه اومد جلو گفت ابن سعد سرت سلامت باشه، عباس کشته شده. گفت تو از کجا میدونی؟ تو که جلو نرفتی؟ گفت نه من یه چیزی دیدم فهمیدم عباس کشته شده، نگاه کردم دیدم حسین داره میاد، اما دستاشو به کمر گرفته. الان این جزر زهری